دلیل جدایی نغمه از منگل، آیا خیانت نغمه به منگل باعث جدایی آنها شده بود؟ با گلپ میدیا ما را همراهی کنید و فراموش نکنید چینل گلپ میدیا را سابسکرایب کنید. خانم نغمه در مصاحبه خود در یکی از چینل های خارج از کشور میگوید جنگ و جدل های ما و منگل در خانه به حدی رسیده بود که هر دوی ما از همدیگر خسته شده بودیم. نه ما خوش بودم و نه جناب منگل صاحب. بله، ما شخصیت، هنر و بسیاری از چیزهای دیگر استاد منگل را ستایش میکنم و هنوز هم مانند یک دوست دوستش دارم، ولی هیچ وقت همراهش خوش نبودم. وقتی که همراه کسی خوش نباشی، حتی در اسلام جایز نیست با آن شخص زندگیت را ادامه دهی. منگل صاحب مرد خوبی است، ولی شوهر خوب برای ما که همراهش خوش باشم نبود. ما فعلا از زندگی فعلی با همسر فعلی خودم خوش و راضی هستم. خانم نغمه و استاد منگل در سال 1360 با هم ازدواج کردند. ازدواجی که در ابتدا با عشق و علاقه آغاز شده بود. هر دو زوجه هنری موفقی بودند و با هم آهنگ‌های دوگانه ای اجرا کردند. اما متاسفانه مناسبات آنها در سال 2004 خراب میشه و از هم جدا میشوند. نغمه که نام اصلیش شاپرای هست، یکی از خوانندگان مشهور زن در کشور هست که با زبانهای پشتو و دری آواز میخوانه و آهنگهای زیادی هم در نوار دارد. اکنون او شهروند آمریکاست، اما گهگاهی در دبی، پاکستان و افغانستان هم زندگی میکنه. نغمه در 1 جنوری سال 1964 در شهر قندهار به دنیا میآید. هنگام کودکی وی خانوادهش و کابل کوچ میکنند و او تحصیلات ابتدایی را در لیسه عینوی قندهار، دوره ثانویه و عالی را در دبستان رابعه بلخی کابل فرا میگیرد. نغمه آوازخوانی را با خواندن تصنیفها در مدرسه آغاز میکنه و در 18 سالگی به تلویزیون افغانستان معرفی میشه. اولین آهنگ او به نام سوزم پیغاموکی بود که توسط حامد حسینی کمپوز گردیده و ثبت نوار رادیو تلویزیون ملی افغانستان میشه. او از مدت 10 سال بدین سو با پسر مولوی محمد نبی محمدی، یک تن از رهبران جهادی، برای بار دوم ازدواج کرده است. و اکنون کنسرت های هنری در اروپا و آمریکا هم اجرا می کند. نغمه دارای 4 فرزند هست که 2 دختر او به نام لیما و مدینه و 2 پسر او به نام انور و خیبر در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. او در 14 سالگی آغاز به سرودن شعر کرد. دیوان شعری که او داره به نام آینه شکسته یا ماتی آینه یاد می شود. بیننده های از مهربان، نظرتان را راجع به ویدیوهای ما برای ما ارسال کنین. وقت شما خوب و خوش باشه. تا درودهای دیگر شما رو به الله پاک می سپاریم. خدا نگهدار.